أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم برآرائي محترم وخاهرائي قرامي إن شاء الله كتمام شون صحة وسلامتي داشتا باشين ديگا اگر آواز ما کم استا یا اگو مسئله استا حتما درونی کومنت بگین تاکی از جهت اگو مسئله پیش نیا خب مو انشاءالله چار سیشن داره که باره منتل هلت انشاءالله گب میزنی ما بین زی چار سیشن اولین سیشن چیم روز استا باز ما بین هر سیشن مو یک روز گیپا باز دیگه سیشن مو شروع میشه یا یک سیشن مو است سبانی دیگه با باز دیگه سیشن مو است می تو مو چار سیشن داریم و ای سیشن هم که مو باری منتل هلت کب میزنی ای سیشن ها به طور از اینه که ما باییم به طور سایکولوجیست یا سایکاتریست که یش کدام چی نیم باییم اگو تریتمنت را اگو علاج را کدور را شروع کنم و آواز کم است ما کم ایش مایم که شاید آواز اینال کم بهتر شونه کم از زورم گب میزنم تشکر خب میگفتم در چون ما خودم سایکولوژی سایکاتریست نیم یک استودنتی بودم که خلاصه سایکولوژی خواندم یا دقوم خوانده رهیم خلاصه یک سیشنی آگاهی است اویرنس است که منتل هلت چقدر اهمیت داره باید بریزیم و توجه بدی و هر رنگ آگاهی هر رنگ علم که انسان نسبت به گوشش پیدا کنه این چیز برایش خوبه چون امو کوالیتی و کیفیت زندگیش بال مره دیگه علم خوبی شمیه آگاهی خوبی شمیه و این سیشن هم جنبه آگاهی داره اویرنس داره که انشالله مو خبر شونی که اهمیت چی چقدر است انگزایتی چی است که بسیار کومن بسیار تمام مبتلا است تمام یعنی منظور ما که بسیار کومن بیماری است و غیر از او همیتا دیپریشن موشه دیپریشن همیتا یک از دیگه بیماری های است که سایکولوژیکل بیماری است که برای از اون باید گب زده شنه دیگه اینی چیز هست که باید برایش گب زده شنه تا آگاهی مو نسبت از این چیزها زیاد شنه و مو کوالیتی و کیفیت زندگی مو بال بوره بز دمزی سلسله اول نه سیشن از مو درباره انگزایتی مو گفتگو منی انگزایتی چیه وری چیه فرق از نا چیه و تا چی حدی برسه که یک سایکولوژیکل پروبلم موشه مسئله نفسیاتی موشه تا چی حدی برسه و چی چیزا باعث موشه که خلاصه انگزایتی ده انگزایتی انسان مبتلا موشه و چند اقسام انگزایتی هسته چی چیزهایی هسته که انگزایتی مسئله نفسانی را ادامه میده و فیول است به طور پترول است برای ازی نفسیاتی بیماری اول نسیشن امروز انشالله باره امزی گب میزنی دویم نسیشن مو انشالله باره دپریشن مو گب میزنی بس سیم نسیشن مو در باره ازی گب میزنی که رای حل از ناچی از نگاه سایکولوژی که بعض از سایکولوژیست ها گفتن و آخر نسیشن مو چهارم نسیشن را که است مو مای ایرا بارش گب میزنی یعنی امتحانات الهی خدا چر امتحان مونه انسان را و تمامی چیزها خلاصه یعنی چار سیشن مو است که اول نه سیشن مو خلاصه بله انگزایتی است قبل از اینکه ما وارد بحث شونم معمولا یک کنسپتی که بعضی وقت گفته موشه و اشتباه است اوی است که مگر مو نیاز ده سایکولوژی نداره نیاز ده سایکولوژیست نداره نیاز ده گو سایکیاتریست از نه نداره مو مردم داشتی در افغانستان در کویتا بود نه نیاز سایکولوژیست داشت نه در سایکیاتریست داشت زندگی اختیار گدن دیگه یال چرا مو بریزنامو فکر کنی بریزنامو توجه بدی مو بسیار سیمپل ما یه چیزا را آدم جواب شمیده درسته اونا زندگی اختیار کده لیکن زندگی
کدی کیفیت نبوده، زندگی کدی کوالیتی نبوده، زندگی پر از استرس بوده، انگزایتی بوده، دپرشن بوده، بس ای هر کدام از نا دیسوردرز ای مسئله نفسانی ای کد خود چیز میره سیمتمز هم میره سیمتمز شدید میره سردردی بعدن انشالله بریزی گب میزده که چی خطرناک دیگه عواقب داره ای مسائل نفسانی که او بیچارگو اکسس نداشتن نرفتن دنبالش نرفتن از پاسش نرفتن زندگی ایخ در تنشن و در هزار دردسر تیر کردن بدون کیفیت دیگه خلاصه لازم است مو بریزی چیزا توجه بده چون بالاخر بریز مو یک اپشن است دیگه مو چرا زو اپشن استعمال نکنه مثال اگو کس پایشی میده شونه او پیش دکتر نره مثل نفسیاتی بیماری هم امید تره دیگه اگر واقعا مو بریش توجه ندید این میتر از بعضیاش از پای میده شده بدتر اثار شید دیگه وقتی اپشن است انسان باید توجه کنه و مخصوصا کسانی که در وست زندگی مون این اپشن ها است باید ازش استفاده شنه خب قبل از اینکه مو باز خود وری و انگزایتی را تعریف شکنی ما مایم یک کم استاتیستیکس از خود استرالیا برای شما بگم که مختلف استاتیستیکس است نمبرز که مو همیشه میگنی هر پیج هر کس در فیسبوک رو شیر مونه هر کس از دل خو خلاصه یک نمبرای میده و بعضیاش اصلا قابل اعتماد نیه دیگه کسی که یونیورسیتی میخوان و نه خبر داره در شما وقتی اگو اکادمیک آرتیکل یا جنرال لیکای مونین خلاصه او از خود قاعده داره که شما باید انفورمیشن از کجا بگیرین وگرنه اونا قابل قبول نیه دیگه دو از ما خلاصه منبر هم گم که بسیار قابل قبول است و انسان میتونه برش اعتماد کنه یک شست همی که Australian Institute of Health and Welfare که یک از اداره کلان است که همی چیز را در عهده خود داره اینا خلاصه ما بای نزی گفته شده که تقریبا در 2017 و 2018 در استرالیت برای امزی mental health تقریبا 9.9 بیلیون دلارز 9.9 بیلیون دلار برای ازی خرج شده برای منتل هلت از دست که اهمیت داره دیگه بسیار کلان رقم است غیر از او یک سروی کده بودن که یک کلان پروژیکت است از طرفی نشنل سروی آف منتل هلت این ویل بینگ که می خود زیر اندر استرالیان انستیتیوت آف هلت این ویل فیر است که اینا در لیت 1990s را شروع کدک وقتی در لیت 1990s را شروع کدک باز یک سروی که مطابق کده بودک در 2000 ابدهی سروی کده بود که تقریبا این پروژیکت 12 ماه انفورمیشن گرفته بودک که ما بین ازی از 16 تا 18 ساله وقت انفورمیشن گرفته بودک ما بین امزی تحقیق شده بود 45% 45% پوپلیشن چی بوده؟ اگر انگه منتل دیسوردر داشته بوده و اکسپیرینس کده بوده و تجربه کده بوده که مو میتنی اگر ایرا دا نمبر بای ریتیب که 2000 ابده پوپلیشن استرالیا یعنی 8.7 میلیون نفر 8.7 میلیون نفر دزی مبتلا بوده و خودی انگزایتی دیسوردر که امروز میخوای بیس شکنی تقریبا 15% شی چی بوده؟ انگزایتی دیسوردر ما با اینچ مبتلا بوده و امیت دپریشن تقریبا 6% چی در دپریشن امیت مبتلا بوده خلاصه شما از 8.7 میلیون 15% شی شاید نمیدارم از یک میلیون زیاد شنه که مردم در 2000 افت که تحقیق شده بوده از 16 ساله تا 15 ساله دور نزی مبتلا بوده دیگه از تمام کومن منتل هلت منتل ایلنس چیزی که کومن است او چی است؟ انگزایتی دیسوردر است که انسان هم اوش مبتلا است و باید برش توجه بده وگرنه کد خو آثاری هم بد داره امیتا در دا 2013 هم یک دنه تحقیق شده بوده و از طرف امزی سروی شده بوده دنامی Young Minds Matter Young Minds Matter سروی شده بوده که ما با اینزی تحقیق شده بوده که از 4 ساله تا 17 ساله که تقریبا 12 ماه اینار انفورمیشن چی گرفته بوده بین 12 ماه و ما بین ازی ایر نشان داده بوده
که تقریبا 14% امزو مردو امزو از 4 ساله تا 10 ساله که تحقیق کرده بودم از ریزه تا نوجوان را 14% چی 14% از نه چی بوده ما بینی منتل دیسوردرز مبتلا بودن و از ما بین ازو ما انگزایتی دیسوردرز تقریبا دویم نمبر بوده که تقریبا میشه 293,000 نفر از نه دزی مبتلا بوده. خلاصه بسیار یک مشکلاتی است که ما باید سمت طرفش توجه کنیم و امیتر دور نمزی تحقیق هم گفته شده بود که 1/3 یعنی یک سیومی ازی یک سیوم از ناکی مبتلا بود از 4 ساله تا 10 ساله در یک وقت در یک منتل دیسوردر مبتلا نبود در چند دنه مبتلا بودن بیچارگو دیگه یک دیگه از ویب سایت های معتبر منابع که ما میتونه برایش اعتماد کنی Australian Bureau of Statistics ABS که است یونیورسیتی سنتا معمولا این خبر ده این بسیار ویلی ده این استاتستیکسی معتبری بیان مونه خب دو نزنا ده 2018 که تحقیق شده بوده گفته 1 in 5 یعنی هر ما بین 5 نفر یک نفر ما بین منتل دیسوردر مبتلا است که تقریبا موشه 4.8 میلیون استرالیان دیگه 4.8 استرالیان ما بین منتل یا بیهیویرال کندیشن مبتلا بوده بنابر تحقیق و در 2014 و 2015 همی 4 میلیون بوده یعنی درون 8 سال واپس که تحقیق شده یعنی تقریبا 8 لک نفر اضافه شده متاسفانه و همی تر انگزایتی که این روز ما برش گفته گمونی در 2017 و 2018 3.2 میلیون استرالیان درون انگزایتی دیسوردر مبتلا بوده که در 2014 اینا 2.6 میلیون یعنی باز در 4 سال بعد که باز تحقیق شده یعنی انگزایتی دیسوردر بال رفته و طبق تحقیق ما بین نوجوانا ای زیادتر شده خلاصی یک از اهمیت هایش که خود استرالیان در برش توجه اونه استرالیان گورنمنت و ما باید توجه کنیم یک از دیگه چیزا رو میجی ما بگم که ما بین از مویه ای متاسفانه اگو کس اگر اگو پروبلم داشته باشه مقصد سرش درد کنه جانش درد کنه اگو جایش زخمی شده باشه پیش دکتر مورا کسور بد نموگه وقتی اگو تیم پروبلم باشه دیگه باشه اگر ای بار پیشی سایکولوژیست بس تمام میر خلاصه دیو نموگه حتی همی قرار مو باید نکنی حتی در مزاق نکنی چیز هارم چون واقعا در پیش سایکولوژیست رفته خود را نشان داده و خود را مسائل خود مطرح کرده و از بعد طرفی حل چی رفته و ای تمام کارا چی کار مونه ای ام مسائل چی حل مونه ام قضا اهمیت مو در میڈیکل میدی ام قضا اهمیت مو باید ای طرف هم بیدی و نباید مزاقی عجیب و غریب کنی که خلاصه اگر اگر کس پیش سایکولوژیست رفت دور بیچار گا دیونه بگی دیگه بگی شاید پیش سایکولوژیست بور مسائل خوب بگه اصلا تا مسئله ای نبوده ریزه مسئله بوده برایش حل موشه مشکلی نیه و حتی اگر مسئله باشه نباید مو خلاصه نام بیلی حساب کتاب دیونه و ازی چیزا که همزو خاطر مردم از موسن طرفی ایچ طرفا رجوع نمونه در حالی که بدترین حالات را تیر مونن سختیار تیر مونن دپریشن انگزایتی و چی چی دیسوردر هار تیر مونن لیکن پیش از نامون از خاطر همزی که اطراف شی خبر شنم ما پیش سایکولوژی رفتم مرا دیونه بگه ایچ چیزا را باید چون مو الحمدلله استی استی سیویلایز شده رایی دیگه این چیزا رو باید ایلا کنی این چیزا تا مردمی که استرس داره دیگه داره سن طرفی بهتری بوره خب ما سن طرف ازی که وری چیه و انگزایتی چیه اینا ما بین فرق داره وری که مو زیاد استعمال مونی دیگه نو وری زمیشه موگی وری یعنی یک کلکشنی توتس یعنی یک مجموعه سوچ کدو امی سوچ کدو بعض وقت امی وری خوب است بعض وقت وقتی اکسسیو مشه وقتی زیاد مشه امی وری برای چیزها بد مشه و از این بعد ما پیش برای از این گفتگو منه که خلاصه وری یک چیزی نرمال است بسیار برای تمام مو وری مونه یک چیزی سوچ کدو چیزی بسیار معمولی است و نرمال و طبیعی است مقصد مثلا ما میخوایم کار بروم ما کم وری مونم خلاصه کم سوچ مونم که باید در تایم برشونم ترافیک است ما باید یک جای برسوم دیگه یا ای که ما خلاصه میخوایم یک جای بروم کار پارک پیدا کنم ما کم استرس خلاصه جای خوب کار پارک پیدا کنم این تا سیمپل چیز ها
و یال ما کی انگزایتی چیه؟ انگزایتی یال خودون شما ترجمه شکنین که خلاصه ولی را در فارسی چطور ترجمه مونین، انگزایتی را چطور ترجمه مونین. ما تعریفایشی در زبان آسان کوشش نم برای شما بیان کنم. و امیتر اگر خلاصه اگو لفظی در انگلیش در رومو گم یا اگو مطلبی نفهمین حتما نیره در کومنت مر بگین در دیگه سیشن انشالله ما توضیح بدون. چون پرپس مقصد از این خلاصه سیشن هم یه که آگاهی زیاد شونه دیگه. و یال ما این طرف انگزایتی، انگزایتی چیه؟ انگزایتی بسیار یک نیچرل ریاکشن است، رد عمل است. مو تمام داره و چیزی بسیار خوب هم هست. که مو میتونی ای را تشبیه بدی یک الارم سیستم است ما بینیز ما. وقتی مو کده گو خطره، کده گو دینجر روبرو موشی، یک الارم سیستم است درون انسان کی اکتیویت موشه و انسان را خلاصه از او برطرف مونه. و مثلا ما یک مثال بدم که شاید واضح تر شونه. مقصد یک از ریسپونس ها که گفته موشه F3 ریسپونس، ما بینش که فلایت، فایت، فریز. اینا چی است توضیح میدم تمام از نارا. خلاصه مقصد ما یک مثال میزنم. ما برو برموشم برای ووک که سمجو داستیره بسیار خوب جای است، آدم برای ووک برموشه، برای تفریح برموشه. و اچانکی ما یک دنه بسیار وحشی سگ را میگرنم. وقتی ما یک وحشی سگ را میگرنم چی موشه؟ برای یک حالتی بسیار شدید ترس ایجاد موشه، شدید ترس ایجاد موشه. چون ما میگرنم بسیار وحشی سگ روی دروی ما بسیار غوامونه، یک باری ما چیز موشم، ایران موشم، یک حالتی بسیار شدید از جهتی سایکولوژی ایموشنل ایجاد موشه که ما بسیار حالت ما ترس موشه. فیزیولوژیکل حالت برایم ایجاد موشه، ما عرق کدوش رو منو، ما مسلز ما تنس موشه، هارت بیت ما و نفس کشدوی ما تیز موشه. این تا حالت برایم ما ایجاد موشه، این ایک حالت انگزایتی برایم ایجاد موشه. باز این حالت انگزایتی چی کار مونه؟ یا فلایت ها، یا فایت ها، یا فریز ها. فلایت یعنی چی؟ فلایت یعنی ما همی حالت که انجام موشه، ما روی درست سای و هشیر میگنم، فلایت چیکن ما فرار مونم، یا ای اپشن را اختیار مونم، یا ای که ما فایت مونم کچی مقابله مونم، یا ای که ما فریز موشم، فول بلانک موشم، ایران موشم دیگه، دیگه از بعد چیزی نمفهم چیکار کنم. ای از بسیار آسان مثال هایش که مو انگزایتی را بفهمی. و ای بسیار یک از اهمیت سیستم است ما بین از مو، بسیار اهمیت داره. خداوند متعالی سیستم رسیشته که مو از خطرات دور شونی. این سیستمی بسیار خوب است ما بین از مو. اما بعضی وقت واقعیاتی رخ در رخ میشه درون زندگی انسان مایه، مختلف چیز همایه که اینا واقعا او انگزایتی مو نباید داشته باشی، در حالی که مقصد دیگه بسیار خطرناک سیچویشن داره. اما دیگه بسیار معمولی سیچویشن مو چیکار مونی؟ مو خیال مونی که مو دمزو حالتی بز امو شدید حالتی انگزایتی برای مو پیش مایه که زندگی انسان متاثر مونه، زندگی انسان را متاثر مونه. مثال که طور پر یک از مثال های شمیه که وقتی یک استاد سوال مونه پیش دیگه سلونتا، ما فریز موشم، ایران موشم، چیکار کنم؟ تو یک حالت که اوقدر ایج انتنس نیه، اوقدرش خطرناک نیه، اما ایر ما خیال مونم که از دست که چیز است خطرناک است، ما برای خواهم حالت شدیدی انگزایتی را برای خواهم ایرم که بعضی وقت ای از خود خو آثاری بد داره. یا می تا بعضی وقت مقصد ما دگو جای مورم، اگو جای مورم اونجی اسکیلی سوشالایزینگ ندارم، گبز دو از این چیزا ندارم، بس چی کار مونم؟ بس امی حالتی ترس و انتنس و سویتینگ و سردردی و چیز برای ما حاوی موشه. و ای چی کار موشه؟ بس ما بابی اخ رزنگ زنم، ای بیا مر پیک اپ کو، ای مر پیک اپ کو، چی؟ فلایت مونم، درو تتا مونم، خلاصه ای ریسپونس را ایجاد مونه. ای چیزها بسیار نرمال است ما بین از مو، ای ریاکشن و ای رد عمل ها ما بین از مو نرمال است. ای چی وقت دیسوردر جور میشه، ای چی وقت پروبلم جور میشه، حالت نفسانی جور میشه، او رینال ما مگم. چون بعضی وقت مو میگن یا کس از یک اسپایدرم ترس مخرا، ایران میشه چیکار کنم؟ یه چیزی نرمال است، یک نفر میگه بیا دیگه نفر میگه بیا تو بکشورا، ای اگو پروبلم نیه. پروبلم کجا میشه که امی انگزایتی، امی چیز در مختلف جاهای زندگی از مو بار بار تکرار میشه و بار بار مو حل نمونی و این مومنه 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 ای چکار مومنه بسیار آثاری بد کت خمیره.
زندگی از مور موتل مونه یعنی ما از کار خموم نم از استرس از این چیزها ما از خاندوی خموم نم ما از چیزهای خوب کی بور من جام بیدم فن اکتیویتیز از نامم نم ای کارا کی وقتی شد از بادر مگه انگزایتی دیسوردر و پیش سایکولوژیکی موری باز تو مگه مگه زندگی مر بخی خراب کده ما نه خواه میتنم نه خوب خوراک دارم چون ای انگزایتی دیسوردر باز امیر چیزها داره دیگه سردردی تحقیقات شده گردن درد موشه انسان جان درد موشه انسان برای میده انسان پروبلم موشه برای چیم انسان پروبلم موشه برای تقریبا هر استرس که مو امو زمان میخاندی یک از پروفیسرز ما دیاد می دمزو لیکچر کو گفت استرس دسترس او تا چیز است که هر حسی بدن میتنه افکت کنه خلاصه ای هم وقتی زیاد موشه بعضی وقتی پروبلم موشه زندگی انسان بخی خراب موشه ای از او بعد یک دیسوردر جور موشه که باید انسان بورد دنبال علاج ازی بورد طرف حل ازی دیگه اینی است خلاصه یک مختصر توضیح وری و انگزایتی چیز است شما یک صلوات بخوان به محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يك صلوات دیگه برای سلامتی از خودون خوب بخانیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خوب امی انگزایتی دیسوردر یعنی چطور کار مونه از خود خوب مدل چطور یعنی چی کار موشه که مو از شروع تا آخر در ذهن تو مبتلا موشه یعنی ام پروسس چطور است مدل های مختلف برای زی گفته شده که اگر مدل هایش بسیار خوب است در نظر ما معموله برای شما بیان مونم او مدل چیز است که معمولا مو همیشه کدی اگه تر چیز روخ در روخ موشی که او تریگر است او یک تریگر است او یک انت عاملی است یک سببی است که مو چی کرنی سوچکدور شروع مونی وری مونی سوچکدور شروع مونی مقصد تریگر چی شده میتنه میتنه گو لایف ایونت باشه مقصد گو در زندگی مو گو کاری شده باشه وقتی ما که دو رخ درخ مشوم بس امی سبب مشه که امو سوچ درون من ایجاد شونه امو سوچ کدو درون من ایجاد شونه به قول خود سایکولوژیست what if questions ایجاد شونه what if questions یعنی چی؟ یعنی که ما سوچ کدو چی مشه اگر از کار مر بر کنه چی مشه اگر مر کرونا بگره دمزی سیچویشن چی مشه اگر ما برو بروم انتا شنه چی مشه اگر انتا امی سوال های زیاد شده موره چی مشه اگر ما بروم مردم مر بد بگه چی مشه اگر ما بروم بیان خوب نداشته باشم انتا مشه ای سوال های ایجاد مشه هر کس مختلف است امو عامل شه امو تریگر شه که امی سوچ برای شد زیاد مونه وقتی ای سوچ ای قدر زیاد مشه ای تکرار میشه سوچ زیاد شده موره ای هم حالت انگزایتی را میره هم حالت انگزایتی که ترس است سویتینگ است بود انسان مسل های انسان تنس میشه هارت بیت انسان زیاد میشه تمامی چیزا میشه ای چی کار مونه امو حالت انگزایتی را میره و امی وقتی ادامه پیدا کرد ای بار بار امی تکرار شد امی چیز ها وقتی شد ای از بعد ده چی ختم میشه ده اگزاستشن میشه یعنی انسان خسته میشه انسان بیزار میشه انسان irritable میشه irritability یعنی چی؟ یعنی که بدخوی میشه امی زیاد شده رفت کدازو جنگو یا یکی سردرد شدید میشه یا بعضی تحقیق رو که ما میخواندم بعضی ها گردن درد میشه بعضی ها کمر درد میشه بعضی ها کوره درد میشه یعنی این قدری از خود خود آثاری بد داره دیگه خلاصه این یک پروسیجری امی انگزایتی است وری است که اول یک چیز میشه که چای او هر چی باشه او تریگر بعضی وقت این تریگر یک ریزه چیز شده میتنه بعضی وقت یک کلان چیز شده میتنه بعضی وقت امی اگو آرگومنت اگو خلاصه بد کلامی کده اگو کس موشه بس اینمی سبب موشه ما سوچ کدور شروم امو وری فکشنز ای برای خیجاد نم چی موشه اگر ما رفتم انتا شونه چی موشه اگر ما انتا چی موشه اگر برای زیاد نی یک حالتی که اصلا دینجرش نیست یک حالت خطرناک نیست مو برای خور جور مونی حالت انگزایتی ای باز امی ادامه رفتم موره ادامه شده موره بازی برای از مو بسیار خطرناک است برای صحت از مو دیگه این چیزا را مو باید در نظر داشته باشی یک صلوات دیگه برای از خودون خوب بخانین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ما توخ کنم چند منت فعلا گب زدم اوه اوه جلدی تیر مشه تایم کوشش نو مختصرا تیز مزید بگو
خب یال مو مای بری از کی وری رفامی دی انگزایتی رفامی دی کی ایچ طور کار مونه ام پروسیجر چی چیه کی حالت ایجاد مشه و مو بعض وقت خیال مونه حالت که اصلا یک خطر ایج نه مو بری خو کلان مونه بعض از بعض مو مای یک ایر بیان مونه کی انگزایتی دیسوردر کی تا حد دی دیسوردر برسه ای چند اقسام داره ما بین زی چند اقسام ها بیان شده که ما واقعا وقت نیه که تمام از نارا بریش بحث کنم specific phobia یک از اقسام anxiety disorder است panic disorder ما بین از یک دن اقسام است social anxiety disorder generalized anxiety disorder obsessive compulsive disorder post traumatic stress disorder این چند اقسام anxiety disorder است که ما بین تمام از نا واقعا تحقیقای زیاد شده و ای چیزها باعث میشه که زندگی از ما واقعا کوالیتیش از بین بره کیفیتش از بین بره مو تیرمونی درسته بعض وقتا میشه دا شاید سالهای زندگی از مو را کیفیتش از بین ببره باید مو توجه کنیم خب ما یک دوسیه دنی از نال بارش گب میزنم به طور مثال یک از چیزهایش که ما میخوایم بارش گب بزنم امی خود سوشل انگزایتی دیسوردر است سوشل انگزایتی دیسوردر یعنی چی؟ سوشل انگزایتی دیسوردر ای است که ما اکسسیو زیاد ترس دارم چی ترسی چی سوشل سیچویشن برایم که پیش مایه ما مثال میزنم مثالی که ای مرا گو کس بگه بیا همین جه گب ده ما بین یک چند نفر ای ما حال مز خرابی خراب مشه ایران چی کار کنم استرس میگرم یا اگر اگو کس بگه اینی شاو ما اینج تو خلاصه سخنرانی کنی یا گب زدنی ما تا اوتیم که بیرسه ما شاوا خواه نمارم خوراک ما رست نی اصلا بخی سردرد مشم بخی جاندرد مشم ای سوشل انگزایتی دیسوردر تازی حد است یعنی ما احساس مونم که ما بارم اونج خود کچرایی مونم یا ای که مردم مر شطور خدا شطور توق مونم ما خوب استوم نیم از گرم اگو غلطی نشونه و آشکل فضای مجازی همی سوشل میڈیا هم که هم ده اگو کس که کدو گو کس ارتباط هم نداشته باشه خود هم سوشل میڈیا چی کار مونه انگزایتی اگو کس را زیاد مونه مثلا بریزی که یک فوتوی خوبی ده دا دفعه او دلیت مونه دا دفعه فوتو آیخ تو مونه ای استرس میگه که ما یک فوتوی بیدم که خلاصه چی کار رو ندیگه دیگه ای سوشل میڈیا هم آشکل همو پوره دایمنشنی سایکولوژیکل هلت را بدلی کده و امیتر ملاوش دو کدن وادما بعضی ها ملاوش دو کدن وادما بریشی عذابه و امیتا پورا زندگی اختیار مونه کدمزی استرس کدمزی دیسوردر غیر از اون سیچویشن که علمو کووید 19 داره کرونا وایرس که است ترس مخره بعضی ها واقعا امینجا است ترس مخره که تمام امو خلاصه احتیاطی تدابیر که گفته شده برو بره کدو گو کس ملاوش نه است ترس خلاصه همین چیز برایش حاوی است و این چیز مزید اضافه مونه که آینده چی موشه و یک از دیگه چیزهایی که واقعا ما می تشندم که استرس ما بین بعضی مردم ما بین کویتا ورده و این است که وقتی حالت کووید 19 کرونا وایرس که ایجاد شده ما تو مونه که خلاصه مردم بعض من فاتحه خانی خو میگره درسته بعض مساجد نماز خو بسیار چیزار تعطیل کرده و آنلاین شروع کرده اما بعض هم مو فاتحه خانی از مو که عمومی هسته تمام هسته برای بعضی هایی استرس جور شده استرس از این انگزایتی جور شده که ما بارم هم یک مشکل بارم اونجی بارم کی احتیاط مونه کی داره کی نداره یک عذابه چون عمومی ها اگر نرومم از او باچی یک عذابه که بز کرد از ما بد موشه یا خلاصه همی عمومی چیزهای ما باید دمزی حالات خطرناک جمع کنی اگر من دو سی نفر یا چهار نفر یا امو آشنای خیلی خاص بسیار مخصوص امنار جمع کنیم مسائل فاتحه بگری برش دعا بگری خلاصه ای چیز حال کنی حتی امی سیچویشن دارو برای مردم استرس ایجاد کرده که مو بوریم یک مسئله نریم یک مسئله اونج مور یک نفر ماز ده یک نفر خلاصه دست میده یک نفر یک کارونه و اگر نریم یک مسئله خلاصه خود از این برای مردم استرس ایجاد میکنه بعضیا سردرد شده از خاطر همزی که چی کار کنم یا جاندرد شده خلاصه این قصه است یا ای که یک از دیگه استرس ها ما بین معاشره از مویه که ما خلاصه اگر ما بروم کرونا تست را بیدوم اگر پوزیتیف هم آدم چی موشه مردم مرز چی بگه
خلاصه مو چیزهای غلطی که ما بین از مو ایجاد شده وگرنه بازی هست راضی هست که دمزو سیمتمز کنم دو استرس ده استرس ایران ما دروم ندروم جان چی کم تاو دارد امو استرس را تیر مونه امو انزایتی را تیر مونه لیکن آماده نموشه که بوره بوره خود خیلی تیست کنه چرا؟ چون ترس مخره که مگه اگر ما شدم مردم از ما دوری مونه مردم ما بد مگه در حال که ایش بدی نیه ما بین ازی بوره انسان تیست کنه بوره از بعد خود خود کارانتین کنه قرانتینه کنه دیگه این چیزا بسیار مهم است یک از دیگه اقسام انزایتی چیه؟ اوبسسیف کمپلسیف دیسوردر که این هم یک از دیسوردر هایی است که اوبسیشن ما بین چیست تو اوبسسی کد یک چیز یعنی بسیار کد از او دیگه اوبسسی و امو چیز را ای تکرار مونی ای تکرار مونی ای امو چیز برای تو استرس ایجاد مونه یک از مثال های ما بای نزی است مو که ساده الفاظ بدون امی که انسان های در شکیات گرفتار است ای نا استرس در ای امی صاف شد نشد ای امی رست انجام دادم ندادم ای نا واقعا زندگی های از نا واقعا چیه یعنی بریشان درد سر اطراف شی مردم ها بریشان درد سر نه فقط خود چیز مو یک از دوست هست در خوابگاه هستل زندگی مونه باز خود من هستل چند مدت من دوم هم اونجی باز یک روز یک از دیگه دوستار دیدم بسیار لاغر شده بود گفتم باز کد از دیگه دوست گفتم چرا لاغر شده نالمان نمخره چی کار مانه باز او کد از ما گفتی درونی شکیات گرفت وسواس شده ای امی صاف است ای امی انتر است ای امی انتر است خوراک شکم شده بیخی ای باز بلتر شی ای استرس را ایجاد کرده برای از خود یک استرس درو برای بدن چی تاثیر کرده ره یکی درو ایچ چیزم نمخره ایر چیز را نکته چیز مونه ای آدم باید سن طرفی سایکولیست را رجوع کنه چرا زندگی خو کده دیت استرس تیر مونه ای مسائلی است که حل موشه بسیار دراحتی و ایت آدم دیگه استرس عظیم داره که کس دیگه هم خبر نشنه مشکل نیه کسی که شما اعتماد دارین خلاصه و نه خبر شنه البته برای رای حل شما تا کی گفتم این سیشن فقط برای انزایتی است دیگه سیشن برای دپریشن است آخرین سیمن سیشن برای رای حل از نگاه سایکولوژی است آخرین سیشن برای امتحانات الهی است برایش گفتگو مونی خوبی اوبسسیف کمپلسیف دیسوردر که ما با اینزی بسیار زیاد گفتگو دیگه هم است تا می قصد کفایت مونه یک از دیگه اقسام انزایتی دیسوردر مگم دیگه وی از دا جنرالایزد انگزایتی دیسوردر یا جی ای دی هم یرا گفته موشه ما بین از چیه که انسان کرونیک استرس داره یعنی بسیار زیاد استرس داره از چیز از اینکه یک چیزی که برایش انسرتن است خبر نداره درون سوشل انگزایتی چی بود اگر دیسوردر ما بین از او بود که اگو که دیگه چطور برخورد مشونه که دیگه چطور ما دیل کنم اینی استرس میره The obsession compulsive disorder دزو چی بود؟ دزو ای بوده که انسان ای یک چیز را بار بار تکرار مونه برش مسئله موشه The generalized anxiety disorder GAD ما بای نزی چیزه ای در نزیه که تو آینده خبر نداره از آینده بیخبر استه ای برای از تو یک عجیب anxiety ایجاد مونه ما مثال بده مقصد نال خودم زی COVID-19 که مسئله شستم یالی بازیا کار خزدیست داده ایران چی موشه؟ او ما باز یه کرونا تاکه هسته حل موشه نموشه و ما یل که کار از دست خود دادم آیا دیگه کار امی تا خوب دا گیر ما مای نمای ایر امی سوش منه تکرار منه حاله چی خراب موشه سردرد موشه جاندرد موشه که دیگه بدخلقی منه ریلیشنشیب ها امی تا خراب موشه و غیر از اینکه ما در آینده کار پیدا میتونم دمزی کولیتی ها نمیتونم و آیا این مسائل حل موشه نموشه خلاصه این ما بین جنرالایز انگزایتی دیسوردر گفته موشه و درون از اینمو از آینده خبر نداره یک از چیزهایش که تریگر مونه این رنگ انگزایتی را از آینده خبر نداره امزو خاطر مو خلاصه دزی مبتلا موشه یک از دیگه آخرین بحث را که وقت شما را زیاد گرفتم آخرین بحث مو وی است که چی چیزها سبب موشه که یکو کس اگر ما بینی انگزایتی دیسوردر مبتلا باشه چی چیزها سبب موشه که جای پیترول داره یعنی همی چیز را ادامه میده
دیگه ما باید برای گاڑی کی مو بشنه اگر پیترول نداشت باشه خو نمیتنی درایف کنی گاڑی پیش بوره وقتی پیترول بوده گاڑی یمو ته چلدا موره یا لمیته انگزایتی را چی چیز میته می چلانه چنمو چیزهای شما بگم که مهم است یک از چیزهایش امیه که ما این افکتیو وری منیجمنت یعنی چی یعنی ای که ما مرای حل چی خبر ندارم از پیش خو مورم التکاری منم خلاصه یا اگو کس را مشوره دی غلط میدم یه درست نیه یک مثال دیگه شما میزنم بعضی ها گفته که خلاصه در این حالت باید اگو کس فرض کن در شکیات خود خو مشغول بلا خود خو خلاصه مصروف بلا این اکتیو این افکتیو وی است این خوب راه نیست چون بعضی تحقیقات بریزی شده که امی راه منفی تاثیرات داره چطور یک از دلایل چی ای است که وقتی کسی خود خو بسیار مصروف میلا ایو کار نه پورا روز و خود خو مصروف میلا ای خود از بدن خسته میشه دیگه بالاخر یک نه یک وقت خوب از میشه دیگه و یک این وقت خود خو فارغ مونه که ریلکس کنه بس بعد همی سوچا مایه وقتی سوچا ماد از یک طرف قدر کار کده قدر خود مصروف شده منده کده از دیگه طرف بعضی سوچا بازوره مخره بس انشالله باز ده رای حل چی بیان مون که رای حل از این مسائل چی است انشالله در سیمنه سیشن است و دیگه چی چیز است که جای پیترول را داره برای امی آدم هایی که در انگزایتی دیسورر مبتلا است ایتا آدم ها intolerance to uncertainty uncertainty یعنی چی؟ یعنی که کسانی که در امزی انگزایتی مبتلا است اینا کدی یک چیزی که خبر نداره برایشان عذاب است هیچ تولریت نمیتنه هیچ تحمل نمیتنه ما یک مثال چی میدونم مثال بعضی آدمان مومین کردنه که بسیار خوب تولرنس داره نسبت به چیزهایی که خبر نداره بعضی ها بسیار نگتیو بسیار منفی توغمونه این چیز را مثلا ما یک نفر را رایمونم یورپ تیکیر چیمونم دیگه کم پیسه میدونم مگم بار اونجی تو خلاصه تفریح کنو برای انجویمنت برو اونجی دیگه برای یک نفر یه طرح است که او مورا از ادوینچر توغمانه ای چیز را مورا یورپ مورا نه از اوتل خبر داره نه از جای خبر داره نه از ایت چیز خبر نه برایش تمام ادوینچر است خوش داره مگه ایت خوبه بعضی هایم طرح برعکس شی بعضی ها است که اصلا تولرنس نداره تحمل نداره که دگو چیز که خبر نداشته باشه و هر چیز نگاهشی نگتیو است منفی است امی آدم را تو یورپ امی تا رایی کنو نمیتنه رفته مگه باید بریز من حتی نمبر هتل من بریز من مشخص باشه بریز من نمبر هتل از من مشخص باشه کی نمبر هتل من چیه نان چی میده تمامی چیزا بخیرین تا استرس میگره ای یک از علتهایشی است که فرق لنز است مو که چی نگاه باز چیزا را توغ مونی معمولا اون او انسان هایی که ده انگزایتی مبتلا است یک چیزی که خبر نداره باز آوتکم از اون نتیجه از اون را همیشه نگتیو میگره منفی میگره مقصد که دگو چیزی رخ در رخ میشه که خبر نداره ای باز برش استرس ایجاد مونه وقتی استرس ایجاد مونه چرا استرس ایجاد مونه چون نتیجه از این چیزی که خبر نداره مگه این منفی میشه در حالی که میتونه منفی شونه میتونه مثبت شونه پوزیتیو شونه میتونه نیوچرل باشه هیچ کار نباشه لیکن این انسان چیه مو لنز چی فرق مونه هر چیز را نگتیو میگره برای خود یه چیز را بسیار کلان مونه و یک فیول است برای انگزایتی که پورا زندگی بعضی ها پورا زندگی قد انگزایتی تیر مونه یک زندگی بسیار تلخ بدون کیفیت بدون کوالیتی ما باید 60 ساعت 70 سال اگر مو زندگی مونی 20 خدا چند سالش کم بیش خادخاو تیر موشه از نا بس خدا خم نا که می ترسته دا پوزه ساش بزه می تر بی کیفیت و تلخی زندگیش تیر موشه و رجوع سن طرفی از نا که حل زیر داره نمونه متاسفانه و امی تر چون چیزها را که مو خبر نداره بز ایت آدما چی کار موشه چی کار مونه چیزهایی که خبر نداره ای اوور استرس مونه بز وقتی اوور استرس کده چی کار موشه اوور پروتکتینگ موشه که خود چی ما بین ریلیشنشیپ یک مسائل کریت مونه ما یک مثال میدم مثال که طور پر ما خبر ندارم مقصد دوست ما رفته یک جای ما خبر ندارم چون ما
مگم چون دوست ماست یا می تا مادر اگو جوان شو اگو جای مورا چون مگم ما مادر استم بس اوور پروتکتینگ مشا بس ای زنگ میزنا اور ای زنگ میزنا ای زنگ میزنا ای زنگ میزنا ای زنگ میزنا کجای او نفر مقابلم خلاصه قارشی میرا و بریس خوچم ای مسئله جور مشا و ایتا آدما خاص کر کی د ازی انگزایتی مبتلا استا انا کنترول فریک مشه یعنی چی چرا کنترول فریک مشه یعنی چون ده هر چی شک داره ده هر چیز مگه شاید نشده امو استرس یا مو انگزایتی شی درون چسته مگه باید بهتر شونه باید بهتر شونه بس چی کارونه هر چیز رو کوشش خود کنه خود کنترل کنه خود چی تمام کارار کنه یک از دیگه کارهای ازی انسان هاستل تست تست مورم وقت مم تمام شده دیگه زیاد نمیگم یک آخرین نکته رو میگم زحمتای شما تمام یک از دیگه چیزهایی که فیول است پترول است برای انگزایتی دیسوردر او اعتقاد غلط بلیفی غلط بعدا آدم از آدم سوال میشه که یعنی چی اعتقادی غلط یعنی ای که او کسی که دمزی مبتلا است اعتقاد داره چی اعتقاد داره که امی وری امی سوچ کدو از ما فایده داره در حالی که از او پرسان که اون گیار ما پیش استوم دم که مسئله مر حل کو ما پیش استوم دم که وری من نقصان ده داره یسته شما چطور مگین ما دارو امی وری را دزی اعتقاد استوم که مر فایده داره ریسته باز آدم که تحلیل مونه آدم که بررسی مونه انالایز مونه او خودشم خبر نداره که امی اعتقاد را داره مثلا چند موارد برای شما پیش منم ایت آدم خیال میکنه که مارش قدر وری کنم این چی میشه مسئله از ما حل میشه در حالی که فقط وری کدو فقط سوچ کدو فقط این حادث را ایجاد کدو مسئله را حل نمونه اینا که وقتی که چی بررسی میشه سوال جواب میشه اینا ای اعتقاد داره خودون چم خبر نداره یا ای که خیال میکنه که خلاصه مارش قدر وری کدر افتم امو منفی آوتکم امو منفی نتیجه که داره شاید میده شاید میده او چی کار میشه از امزی وری کدوی ما امزی انگزایتی امزی سوچ کدوی ما او برطرف میشه در حالی که ایم نموشه از وری کدو یا ای که خیال مونه امی وری کدو امی سوچ کدو امی انگزایتی چی میشه یک پوزیتیو پرسنالیتی کرکترستیک است یعنی یک صفت خوب است ما بین ما وقت زیاد وری مونم این ما بین مادرا بعضی وقت دیده میشه که یک چیز ددش چیز نه یک چیز ایج خلاصه دسترسی دزو نداره دیگه وقتی اولاد چه گو جای موره یا اولاد چه گو کار رمونه اصلا از دست چه خالی است و خیال مونه مار چه قدر سوچ کنم مار چه قدر خلاصه بریزی فکر کدوم ما این صفت خوب است چون ما مادر استم باید امی کار از ما است در حالی که ایتر نی است دیگه زیاد وری کدو ای یک صفتی خوب نیه که انسان خیال کنه چون ما زیاد وری منو میر نشان میده که دیگه نه تو دو خود خراب کداری اکثرا دیدین دیگه از خاطر جوانه مادرهای از مو بیچارگو ده چی حال رسده سردر جاندر بیماری های گرفته از خاطر استرسی همزی نوجوان ها از خاطر کارهای از نه خلاصه یک صفتی خوب نیه زیاد که انسان وری کنه یک چیز ده دیست چیز نیه ده احاطه چیز نیه که او را گو کار بیتنه وری مانا نداره خلاصی یک از دیگه چیز هست که به طور پترول است که انسان ده انگزایتی مومنه و زندگی شمی تا ادامه موره یک خلاصه یک سیشن مختصر البته برای این موضوع بسیار گپ شده بسیار تحقیق شده که میتونین خودون چموم تحقیق کنین بخانین انشالله آگاهی علم خود زیاد کنین و زندگی با کیفیت داشته باشین با کوالیتی داشته باشین و کسی هم که اگر میخوایه خلاصه این مسائل خود دور کنه کمک کنین نشاندهی کنین گو کس را که خبر دارین مسائل چی حل میتنه چی سایکولوژیست باشه چی یک عالمی باشه که واقعا دزی فیلد تخصصا کار کرده باشه چون بعضی وقت اگر انسان تخصصا زیاد کار نکرده باشه غلط غلط تجویزات میده و ای لاب بدتر مونه او آدم هاره بسیار زیاد تشکر انشالله صبحانه یک روز گپ است فاصله است صبح
دیگه سبب باری ڈپریشن مو گب مزنی باز فاصله است سیمنا سیشن باری حل چی موگی کی سایکولوژی چی گفته حلی انگزایتی دیسوردر و ڈپریشن را او را بیان مونی و آخرین سیشن مو انشالله در باری ازی کی خداوند چر امتحان مونی بلاها چی است از نگاه اسلامی انشالله بررسی مونی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته